شبکه خبری CNN گزارش کرد حدود 400 تن از اعضای گروه از مخالفان ایرانی، اولین گروهی که یک کمپ طولانی مدت را طبق یک طرح سازمان ملل متحد ترک می کنند، نحوه رفتار با آنها و شرایط در مکان جدید را مورد نکوهش قرار می دهند. در کمپ جدید آنها با حضور سنگین پلیس مواجه شدند و در اعتراض به بازرسی مجدد از پیاده شدن از اتوبوس ها خودداری کردند. قبل از انتقال ساکنان کمپ اشرف خواستار تعهدی شده بودند که هیچ نیروی مسلح عراقی در داخل مقر جدید حضور نداشته باشد. یک سخنگوی کمیساریای پناهندگی سازمان ملل ساکنان را به عنوان پناهجویان رسمی از آزار توسط رژیم ایران توصیف کرد. کمپ اشرف محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق است که بیش از 25 سال در آنجا اقامت داشتند. بیش از 3000 تن شامل چهره‌های مقاومت و حامیانشان در این کمپ مستقر هستند.